آقای نوریزاده در لندن که به نظر میرسه نسخه تازه ویروس هم کارگر نبود و خوشبختانه و عبور مرور در لندن همچنان به شکل نسبتا گسترده ادامه داره. خوش اومدید. درود بر شما. درسته جناب چالنگی، این بار دولت یه مقدار اخطار و ورنگش بیشتر بود، شاید میخواستن دفعه گذشته تکرار نشه. معذرت میخوام. ظاهرن یه موج تازه‌ای بود که موفق شدن کنترلش کنن. امیدوارم در جاهای دیگه هم همینطور باشه و ما بخت دیدار شما رو داشته باشیم مکرر، نه به ندرت. و مناشه امیرم دوست عزیز سلام میکنم بهتون. شما که آب و هوای خوبی داری، کرونا هم که زدی زمین راحت راحت. خیلی هنوز زمین نخورده ولی در حال زمین خوردنه. در اسرائیل تعداد مرگ و میر به تقریبا میشه گفت به صفر رسیده، ولی اون ویروس اومیکرون هنوز خطرناکه و در 12 مورد ابتلا در اسرائیل کشف شد. خب الان ضمن خوش آمد آقای امیر به شما، خوش آمدید. الان تحقیقاتی که انجام شده چه شما میتونید به ما بگید، به بینندگان بگید، چون بسیار کنجکاو هستن که در جهت داروی به اصطلاح برای معالجه کرونا در اسرائیل چه خبرهایی هست؟ بله، با هنوز از دارو نمیتونیم صحبت بکنیم، ولی یک دارویی رو درست کردن که اگر کرونا در 3 روز اول تشخیص داده بشه اون دارو رو تزریق میکنن، درمان نمیکنه ولی آثار بیماری و عوارضش رو خیلی کمتر میکنه و احتمالاً مرگ رو به صفر میرسونه، ولی اینها هنوز در مرحله تایید نیست. چیزی که در اسرائیل خیلی قابل توجهه و دارن تکمیلش میکنن این است که یک نوع ویروس کرونا بسازن که فاقد اون پایک باشه، اون چیزایی که میچسبه به ریه و گسترش پیدا میکنه، یعنی بتونن حتی اگر کسی کرونا میگیره عوارضش نباشه و اون ویروس نتونه آزار برسونه. این در مرحله تجربه جدی و کامل قرار داره. ببخشید یعنی چی؟ یعنی یه ویروسی بسازن که این چیکار کنه؟ چرا بسازن؟ یعنی بله چیکار کنه؟ بله ویروس کرونا باشه، ولی ویروسی است که دست و پا نداره. وقتی دست و پا نداره نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه گسترش پیدا بکنه و نمیتونه وارد ریه بشه و در همون حال بدن اون احساس میکنه که ویروس وارد شده و تولید مسمومیت میکنه و اگر هم بیماری به وجود بیاد باز عوارضی نخواهد داشت که جان بیمار رو به خطر بیندازه. آه، یعنی یه جور واکسنه در واقع میشه گفت، یعنی فایدهش اینه دیگه نیست؟ بله، یه نوع ویروس بی دست و پا، ویروس فلج شده. فایدهش بالا بردن مقاومت بدن هست کاملا. خب آقای نوریزاده در اسرائیل و جای دیگه دارن چنین اقداماتی میکنن، ما دعا میکنیم. در ایران آب زاینده رود خشکیده، کشاورزان اومده، همه ایرانی ها و بسیاری در سراسر جهان دیدن، جواب گلوله بوده، اون هم از طرف روزخان هایی که بر منبر قرن ها آمدن و واقعی کربلا رو گفتن. آیا تموم شد قضیه؟ ماجرا تموم شد؟ گمان نمی کنم آقای چالنگی. قصه اصفهان قصه مهمی است، به همین سادگی نیست، چون شرایطی که اصفهان داره ویژگی های خاصی بهش میده. اصفهان شهر اول انقلاب بوده، اصفهان شهری که هر خانواده چند تا شهید داده، اصفهان شهری بود که هر وقت اینو میخواستن سرکوب کنن میگفتن نیروهای امنیتی رو از اصفهان میارن به خاطر اعتقاداتشون، و اصفهان میگه مرگ بر خامنه ای. این با اهمیته، مرگ بر جمهوری اسلامی، رضا شاه روحت شاد. و این به اعتقاد من بسیار تحول خجسته و مهمی است. درست قربانی دادن، بچهای مردم رو کور کردن، همون تصویری که شما هم نشون میدید پشت یک هموطن سوراخ سوراخ از ساچمه ها و اون نیروی نوپویی که با وقاحت تفنگ رو میگیره و صاف میزنه،
این یعنی پاره شدن آخرین رشته ها بین سیدعلی خامنه‌ای و حکومتش و مردم، و به اعتقاد من اصفهان ادامه خواهد داشت. خب آقای امیر، شما در اسرائیل جواب بیابی رو، چون اسرائیل هم کشور کم آبیست به یک معنا، جواب بیابی رو چطوری میدین؟ یعنی چرا حلهایی دارید غیر از گلوله؟ بله، پیش از این که به این پرسش پاسخ بدم، میخوام به یک ویژگی های این خیزش مردمی در اصفهان اشاره بکنم. این تنها نیست، امروز سراسر ایران ما میبینیم که اعتصاب ها و اعتراض ها وجود داره، از معلمان تا دبیران تا پرستاران زن تا پزشکان تا کارگران، در واقع تمام اقشار ملت ایران الان در حال اعتصاب و اعتراض هستند. یه نکته هنوز رخ نداده و اون میتونه سرنوشت ساز باشه، و اون این که تمام این اعتراض ها زنجیره‌ای بشه و سراسر کشور رو فرا بگیره. ما میبینیم که در اصفهان اعتراض هست، ولی فقط در اصفهان، شاید بگیم که در چهارمحال هم تا حدودی وجود داشته، ولی این هنوز یک همبستگی همگانی در سراسر ایران به وجود نیاورده. هنگامی که تمام این اعتراض ها به هم پیوند بخوره و یک هماهنگی رو ایجاد بکنه و همزمان ادامه پیدا بکنه، حکومت با وضع بسیار بسیار دشواری روبرو خواهد شد. خب به این نکته که در اسرائیل چه راه حل هایی برای کم آبی هست باز خواهیم پرداخت، باز خواهیم گشت به پرسش پیشین من از آقای امیر. اما در ارتباط با اون چی که آقای امیر گفت، آقای نوری زاده، ببینید انقلاب ایران سال 57، عملا اون چی که انقلاب نامیده میشه چند تا راهپیمایی بود و عقب نشینی های یکی بعد از دیگری حکومت و نظام پیشین. الان راهپیمایی ها گسترده تره، مسائل مردم بسیار جدی تره و همه اینها، چرا اون اتفاق نمیفته؟ یکیش جناب چالنگی، عدم وجود یک اراده بین المللی برای کندن ریشه نظامه. این در سال 57 وجود داشت. در سال 57 بعد از گوادلوب کاملا آشکار بود که دنیا دل از پادشاه بریده و قصدشون اینه که او رو براندازه. میخونم یه مقاله ای رو از دوست عزیزمون دکتر جلال متینی، و در اون مقاله اشاره شده، شما ببینید در شهریور 20 از 6 ماه یک سال قبل خروج رضا شاه، بی بی سی فارسی سال 1319 آغاز به کار میکنه و یک سال کار تخریب رضا شاه رو ادامه میده. خب این یه اراده بین‌المللی بوده، یه اراده انگلیسی و روسی بوده، روسا هم این کارو میکرد. در سال 57 هم این اراده بین‌المللی به وجود اومد. کافیش آرشیو بی بی سی رو بریم نگاه کنیم و نگاه کنیم که اتفاقی که عجیب بود، من شاهدش بودم، مسئله اخراج زندیات دکتر بختیار از جبهه ملی بود. ایشون اصلا اخراج نشده بود، اما رفتن تلفن رو برداشتن به بی بی سی گفتن همکنون شاپور بختیار اخراج شد. 3 دقیقه بعد بی بی سی خبر خوند. خبر بی بی سی 2 منبع میخواد، نه یه دونه، ولی یه منبع پسر گزفروش اصفهانی اومد، همین یه منبع کافی بود که بی بی سی این خبر رو اعلام بکن. امروز این اراده رو ما نمیبینیم. شما یه نگاهی، یه تأملی روی رسانه های دولت های بزرگ بکنید، ببینید آیا این رسانه ها انعکاس دهنده مبارزات مردم ایران هستند؟ نیستند. و مردم براشون لقب گذاشتن، رادیو تلویزیون بی خاصیت، رادیو تلویزیون بی بو. منظورم اینه که خب اینا برای مردم ایران نداست. باراک حسین اوباما چه کرد؟ جو حسن بایدن چی کار داره میکنه؟ اینا براشون پیامه، دارن پیامه رو میگیره. اما آقای امیر اشاره کرد به اینکه تظاهرات محلیه. اونجایی که آقای امیر تظاهرات محلی میشه، موضوعات محلی هست. ولی شما در آبان 98 عمومی میشه، در 60 و بعد 100 و بعد 200 شهر میره.
ما باید به این نقطه برسیم، شعارهای مشترک ملی عمومی و حرکت به سوی جنبش ملی عمومی. من معتقدم این کار اتفاق داره میفته. بله انشالله. خب آقای بله. امیر اجازه بفرمایید. در همین زمینه الان رسانه‌های دیگری هست، خب در صدای آمریکا زمانی که ما بودیم شکل دیگری داشت، الان وضعیت دیگری هست و رسانه‌های دیگری البته هست به هر حال، از جمله همین ایران فردا و رسانه‌های دیگر، و در واقع مردم اشراف دارن به آنچه که در ایران میگذره، اوضاع احوالی که هست، همه اینها هست، ولی باز چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا؟ آیا حمایت غیر مستقیم هست؟ آیا مماشات دولت‌های بزرگ هست؟ آیا سودی هست برای کشورهای ادامه همچی وضعیتی در ایران؟ چه هست؟ بله من یه تفسیری نوشتم که فردا صبح آپلود میشه و اسم تفسیرم این است که ایران دارد افغانستان میشه. ببینید تمام آنچه که در افغانستان الان رخ میده در حکومت اسلامی ایران از 42 سال پیش آغاز شده، از نظر مقام زن، از نظر حجاب، از نظر تدریس، از نظر دختران دانش آموز، مطالبی که در مدارس قرار تدریس بشه، مطالبی که در دانشگاه ها باید تدریس بشه، و از همه مهمتر این است که حکومت ایران هم نوا با کشورهای غربی میگوید که در افغانستان باید دولت فراگیر برپا بشه. طالبان چی جواب داد به این چیز؟ گفتش که اول به خودتون نگاه کنید، شما کجاتون دولت فراگیره؟ شما یک حکومت دیکتاتوری هستید، چطور هیچ حزب و گروه دیگری رو در این حکومت شما دخالت ندادید؟ چطوری انتظار دارین که ما دولت فراگیر باشیم؟ اول برید از خودتون. بله این بحث مقایسه دین حکومته، چرا الان این اتفاق نمی؟ آیا حکومت ها دولت های مختلف، مماشات دولت بلد. اوباما معلوم بود با حکومت فقیه و جای دیگه منافعی دارن؟ بله عربستان، کشورهای عرب، اسرائیل، اروپا، آمریکا منافعی داره ادامه این حکومت دارن، یا اونجور که به ظاهر یا علنن گفته میشه به هر حال مضراتی برای همه این کشورها داره و این حکومت هم داره کار خودش میکنه ادامه میده، چه هست؟ چرا اون اتفاق نمیفته؟ بله من همه اینها رو گفتم که به این نتیجه و به این گله برسم که آقایان دولت‌های غربی، من از چین و از روسیه انتظاری ندارم، ولی آقایان دولت‌های غربی که میگید ما طالبان رو تحریم میکنیم تا هنگامی که از این رفتار دست بردارن، همین رفتار الان در ایران جریان داره. چرا نسبت به حکومت ایران شما اقدام نمی کنید؟ چرا در مذاکرات وین دارید کنار میاد، کوتاه میاد در برابر اونها؟ چرا از حقوق بشر در ایران دفاع نمی کنید؟ چرا از ملت ایران علنا پشتیبانی نمی کنید؟ پاسخش هم خیلی روشنه. اگر چین رو بگیم اونها به دنبال منافع خودشون هستن، آنچه که براشون مطرح نیست اخلاق و ارزش‌های انسانی هم میخوان تجارت خودشون رو با حکومت ایران داشته باشن. به مقدار زیاد همین امر در مورد روسیه درسته، ولی اروپا که ادعای حقوق بشر میکنه، دولت پرزیدنت بایدن که در ابتدا گفته بود که حقوق بشر در ایران یکی از 4 مطالبی است که ما میخواهیم با حکومت ایران در میان بگذاریم، چرا ایشون ساکت مونده؟ اصلا مطرح نمیکنه، اصلا کوچکتر. البته الان آمدن و یکی دو تا از این شکنجهگران رو جزو لیست تحریم ها قرار دادن، ولی این کافی نیست. حالا من در مورد ملت ایران که چرا اون موقع اتفاق افتاد الان اتفاق نمیفته، این رو میخوام بگم که هنوز اون اراده ملی قوی و متحد و منسجم در ایرانیان به وجود نیامده. شاید جای ملامت نباشه، مارگزیده از ریسمان سیاه میترسه، میگن که مبادا دوباره ما به هیجان بیایم اقداماتی بکنیم و توی یک چاه دیگر بیفتیم. خب آقای نوری‌زاده شاید به وجود آمده، عملا به وجود اومده، در اعتراضات سراسری دیده شده، اما مجال عمل پیدا نکرده. یعنی در گذشته یک راهپیمایی انجام میشد، نظام پیشین عقب نشینی میکرد. شاید دنبال یک مجال عمومی هست، وگرنه من
شخصا سراغ ندارم در تاریخ معاصر ایران این همه همبستگی در داخل ایران، این همه اعتراض و یک پارچگی و این همه در خارج از ایران. تو برنامه خودتون آقای چالنگی، من این جوانایی رو که میبینم واقعا غرور منو میگیره، افتخار میکنم که اینایی که تو دوران جمهوری ولایت فقیه خدایا از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا، مدرسه هایی که خبرچینی علیه پدر و مادر رو یاد میدادن، این نسل به وجود اومده. کاملا حرف شما درسته. ببینید آقای چالنگی، آقای امیرم اشاره کرد، یک بیغیرتی بدی دنیا رو گرفته، خیلی بد. شما کدوم رژیم رو توی آفریقا، توی عقب افتادن، توی شیلی پینوشه سراغ دارید که با تفنگ ساچمه‌ای چشم مردم رو کور کنه؟ شما حتی یک اطلاعیه دیدید از کاخ سفید، از وزارت خارجه آمریکا یا بریتانیا یا آلمان یا فرانسه؟ شرم‌آوره. یعنی آدم واقعا احساس شرم میکنه. این حقوق بشر فقط اینه که خانم آنسان سوچی رو که ما آوردیم 2000 دزدی داره 4 سال رفت زندان، این شد حقوق بشر؟ حقوق بشر مردم افغانستان چیه؟ مردم ایران چیه؟ شما اجازه دادید رژیم جمهوری اسلامی بره تو عراق، انتخابات آزادی برگزار شده، همه دنیا نظارت کرده، گروه نظارت انتخابات وجود داره، سازمان ملل نماینده داشته گفته تقلب نشده. شما اسماعیل قانی رو میفرستید تهدید کنه که اگه نوکرای ما نیان سر کار ما بازی رو به هم میزنیم. شما غلط میکنید، بازی رو به هم میزنید. چقدر دنیا باید بی غیرت شده باشه؟ یه مش آخوند بی سواد دزد و آدمکش به راحتی بتونه این اعمالو بکنن و واکنشی هم در برابرشون نباشه. من هرگز آقای چالنگی با خود شما با هم بودیم، یادم نمیره ندا آقا سلطان کف خیابون جان میداد و باراک اوباما برای خامنه ای نامه عاشقانه مینوشت. من هیچ وقت یادم نمیره اون لحظه تلخ دردناک رو. چی میگن اینا؟ غربیا چی میگن؟ مترو معیاراشون چیه؟ ما باید تکیه روی خودمون بکنیم. مردم ایران باید رو خودشون تکیه کنن. ما حامی نداریم، پشتیبان نداریم، خودمون باید مبارزه کنیم و پیروز میشیم. برای اینکه این رژیم، آقای چالنگی میگه در رژیم گذشته 4 تا تظاهرات خیابانی، برای اینکه رژیم برای جان مردم ارزش داره. وقتی میگفتن بهشون، شاه میگفت نه. خاطرات دکتر امینی مکشوف نوشته و هست که میگوید شب تیمسار اویسی رو موافقت کردن، من زنگ زدم اویسی لباس پوشید اومد کاخ، 4 ساعت تو اتاق انتظار نشست، بعد اومدن گفتن نه آقای ازهاری میاد. برای که شاه آدم کش نبود. شاه فکر میاد اویسی بیاد مثل سال 42 میزنه داغون میکنه برندم میشه، ولی بعدش چی؟ گفت یه امام حسین داشتیم بیزار 400 سالی داریم تو سر میزنیم، یکی دیگه مال درست کنیم. من عقب نشین اشاره کردن آقای نوری‌زاده به ندا آقا سلطان، من این رو چون مهم هست بازگو کنم، این که ویدئویی که قتل ندا آقا سلطان رو در خیابون نشون میداد خیلی زمان بسیار مناسبی، متاسفانه زمان به دست ما رسید از بابت برنامه مناسب بود، اما قتل این دختر نازنین ایرانی فاجعه بزرگی بود، حدود نیم ساعت قبل از برنامه، و من گفتم این ویدئو رو بذاریم و نشون بدیم، گفتن که این تقلبی است. کی تشخیص داده؟ آقایی بود در اونجا به اسم گرت که رانندهی بود در یکی از تلویزیون‌های کیبل وابسته یکی از مدیران صدای آمریکا، گفتن ایشون رفتم، گفتم چرا یه همچین چیزی، ایشون مسئول این کارا شده بود، گفت تقلبی است. من گفتم با مسئولیت من، بعدن به تهیه کننده گفتم بذارید برنامه زنده، رفتم در گوش من گفتن که برداشتن و آمدیم و گفتن این تقلبی است. در اون موقع سردبیر برنامه خانم ستاره درخشش بود، رئیس بخش فارسی صدای آمریکا آقای الکس بلیدا، و درگیری های ما با صدای آمریکا از اونجا آغاز شد. بلافاصله 10 دقیقه بعد تمام دنیا ویدیو رو پخش کردن و چون این کارشناسانی در اونجا بودن، یعنی با توافق سردبیر و بقیه و
کسان دیگری دستن در کار و علمدار میدان هم شخصی به اسم آقای علی سجادی و بقیه و همه اینها که در تماما توافق کردن که این ویدئو تقلبی است. برای این نکته رو برای دونستن شما عزیزان باز یادآوریش بی ضرر نبود. با شما عزیزان خواهیم بود در ادامه برنامه تا لحظاتی دیگر. آقای منشه امیر گرامی، این مذاکرات وین از روز اول هم نشونهایی بود که به جایی نخواهد رسید، از روز گذشته بعد از یک وقفه کوتاه دوباره آغاز شد. این رو شما چطور میبینید؟ آیا ادامه همون مماشات نیست؟ این حکومت یا داره به بمب اتمی نزدیک میشه؟ این حکومت چه کارش از طریق مذاکرات حل شده که این یکی؟ چه این مماشات رو شما چطور میبینید؟ چطور تفسیر میکنید؟ اینی که بگن آقا توافقهای قبلی رو زیر پا گذاشتن به گفته اروپایی ها، غربی هایی که در مذاکرات شرکت کردن، دوباره بشینن پیشنهادهای جدید جمهوری اسلامی بررسی کردن، اینا یعنی چی؟ ببینید که ما 4-5 کشور داریم، چین و روسیه که همیشه سعی کردن ایران رو بدوشن، بنابراین اونها رو کنار میذاریم. ایالات متحده یک دولت قوی داشت به اسم پرزیدنت ترامپ، تحریم ها رو برقرار کرده بود. اون موقع اروپاییان هنوز به مماشات با حکومت ایران ادامه میدادن به این امید که بتونن داد و ستد رو ادامه بدن و لطمه ای پیدا نکنه. ولی در آمریکا وضع عوض شد، یه رئیس جمهور دیگه آمد و این رئیس جمهور هم انتظار میرفت که ادامه بده این سیاست رو، ولی آقای بایدن گفت نه، ما میخواییم از راه دیپلماسی این کار رو انجام بدیم. و هر دیپلمات ساده میتونه حد بزنه که حکومت قلدر ایران که هنوز بار تحریم ها کمرش رو نشکسته، مسلماً از قربونت برم قربونم بری باش نمیشه کنار اومد، باید سیاست قاطع رو ادامه داد که پرزیدنت بایدن نداد. الان ظاهراً به این نتیجه رسیدن که دیگه دارن به بن‌بست میرسن، باید سیاست رو عوض بکنن. میشنویم که اروپاییان هم لحن صحبتشون نسبت به حکومت ایران شدیدتر شده، ولی هیچ کدوم اینا هنوز کافی نیست. آمریکا و اروپاییان باید علنا اعلام بکنند که حکومت ایران نمیخواهد. این یک امر خیلی ساده است. اینها چند میلیارد دلار صرف اتم کردن، نمیخواهند این چند میلیارد دلار رو به هدر بدن، حاضر نیستن اتم رو متوقف کنن. اتم برای پیشبرد سیاست‌های منطقه اونها اهمیت حیاتی داره. حتی حاضر شدن جان مردم ایران و شکم گرسنه مردم ایران رو قربانی بکنن که به این برنامه‌هاشون ادامه بدن. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که جز سیاست نظامی به هدف ویران کردن این تأسیسات راه دیگری باقی نمونده. الان اینها برنامه های اتمیشون رو ادامه میدن بدون نظارت بین المللی، بدون دوربین ها در کرج، با به کار انداختن نمیدونم سانتریفوژ IR4 یا 6، حتی شنیدم IR9 رو به کار انداختن، رفتن این سانتریفوژ ها رو در فردو نصب کردن جایی که زیر کوه قرار داره، بیدار بشن، درک بکنن که راهشون اشتباه بوده، خطرناک بوده و خودشون به خطر خواهند افتاد. الان موشک های بالیستی که 6000 کیلومتری حکومت ایران در دست تهیه است، فردا لندن و پاریس و مادرید و برلین به خطر خواهد افتاد، حاضر نیستن قبول بکنن و این باعث تأثیر شده بسیار. آنون قریبم بین ما نیست آقای امیر، آقای نوریزاده است و بینندگان ما از به ما میگید از کی شنیده آیار نه رو به کار انداختن؟ یکی از منابع خبری، نه شاید هم هنوز به کار ننداختم، ولی IR9 رو آماده دنبالش هستم و میخوان که نصب کنن و IR9 هزار برابر دریتر از IR1 هست و خیلی آسان‌تر میتونن. اینا تمام این حقایق و واقعیت ها رو اینها انکار نمی کنن، نادیده میگیرن و یه روزی بیدار خواهند شد.
ممنونم آقای نوری زاده. اون چون که آقای امیر میگه آقای بزرگ نمایی نیست به قول امروزی ها، قلوب نیست واقعیت این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه، باز ایرانو داره میبره یک جنگ دیگری، به کجا داره میبره؟ خبرهایی هم بود که پهپادهایی هم بر فراز ایران به پرواز در اومدن که از اسرائیل بودن. ببینید آقای سرنگی، روزی که چمبرلین رفت برلین و ملاقات کرد با هیتلر و با مقامات دولتش، برگشت یک گزارشی داد به پارلمان انگلیس که اصلا تکان دهنده است، که آقا چه مرد مؤدبی، مهذبی، عاشق موسیقی برامس و ساعاتش رو با شراب و موسیقی و معشوقه های زیباش سر میکنه، اصلا این آدم دنبال تجاوز نیست، فقط میخواد آلمان به رسمیت شناخته بشه به عنوان یه قدرت بزرگ اروپایی. بعد دیدیم که این آقای چمبرلین به چه غلط کردنی افتاد، کنار رفت روزی که هیتلر به لهستان رفت و شروع کرد تو لهستان هم حتی بهش امتیاز دادن. الان جمهوری اسلامی همین حالتو داره. جمهوری اسلامی وقتی مداخله در لبنان کرد، آمریکایی گفتن به ما چه، تفنگداراشون رو کشتن، سفارتشون رو زدن، گروگان گرفتن 130-140 نفر از شهروندان غربی رو. بعد که رفتن توی سوریه، بعد که رفتن تو عراق، تو یمن، توی بحرین، شما میدید بحرین رو اینا چند بار خواستن نابود کنن، شورش را بندازن. بنابراین به اعتقاد من جمهوری اسلامی دیگه چهره ناشناسی نیست. این هیولا که روز اول توی ماه دیده شد، الان رو زمین دیده میشه، قیافه هاشون آشناس، اهدافشون روشنه. سید علی خامنه ای کی یک بار جملاتی از دوستی و صلح گفته؟ آقا یعنی چی میخوای اسرائیل رو نابود کنی؟ چرا؟ مگه در قرآن خودت مذهب یهود به عنوان یکی از اهل کتاب به رسمیت شناخته نشده؟ مگه ما نمیتونیم بریم گوشت کوشر بگیریم بخوریم؟ پس چرا میخوای نابودش کنی؟ چرا؟ برای فلسطین؟ آقا خود فلسطینی ها نمیخوان. ابو مازن راضیه که ساحل غربی رو بگیره پرچمش رو بره بالا. تو چی کاره ای؟ صابخونه خودش اینو میگه. وقت تو اومدی از که هزاران کیلومتر اونورتر میخوای بری اسرائیل رو نابود کنی؟ نابودی جهان مگه دست توه؟ و این باعث شده آیه چالنگیر اینا میشناسن جمهوری اسلامی رو. خب از بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز کدام رژیمی در جهان اینقدر تروریست داشته، اینقدر پول برای تربیت تروریست داده، اینقدر سرداران تروریست پرور داشته؟ بابا یه جا باید استاپش کنید. آخه نمیشه که همجور شما بگید انشالله گربه است، انشالله برنامه اتمیشون صلحا میزی. همین پیروز دم رئیس CIA گفت ما مدارکی نداریم که این برنامه اتمی ایران خطرناک باشه و نظامی باشه. فرداش وزیر دفاعش در برابر وزیر دفاع اسرائیل میگه برنامه اتمی ایران باعث نگرانی ماست. خب کدومتون راست میگین؟ رئیس CIA یا توی وزیر دفاع یا رئیس جمهور خوابتون؟ کدومتون راست میگید؟ اینا آقای چالنگی آدم عصبانی میکنه. حتی یه تحلیلگر که میخواد تحلیل علمی بده یه نکاتی رو میبینه که در برابر کشور دیگه نمیبینه. چرا آمریکا باید با ما اینجوری تعامل کنه؟ میلیون ها ایرانی تو آمریکا مظهر خیرن، بهترین دکترها، بهترین استادا، بهترین شخصیت ها. چرا باید آمریکا با ملت ما اینجوری بکنه؟ خب آقای امیر، ببینید در اینکه هیتلر چه جنایاتی کرد در مورد ملت یهود، در مورد ملت های دیگه چه فجایعی به وجود آورد، خب جای تردید نیست. اما به هر حال آلمان داره یک صنایعی بود، آلمان داره یک قدرتی بود، یک قدرت نظامی بود، غلط یا نادرست برای چه هدفی استفاده شد؟ آیا واقعا این حکومت فقیه آفتابشو وارد میکنه از چین و وسایل ابتداییشو، موشکاش که میفرسته که دیدیم چه هست، و از الف تا یه برنامه اتمی رو، قطعاتش رو که در حوزه علمیه که درست نکردن که.
از همین دلالای جاهای مختلف خریدن. این 20 سال آقای نوری‌زاده میپرسی که چرا چنین میکنن؟ خب شاید منافعی داشته باشه، من باز میگم به همین. آیا این پرسش نیست که مثلا واقعا چرا این همه کجدار و مریض؟ آیا هدف همین نبوده که از این طریق ایران به همین روزی که افتاده بیفته؟ وگرنه بیش از 20 سال گرفتار این برنامه هسته‌ای شده مردم ایران. بفرمایید. بله من این فرضیه رو من قبول ندارم. مسئله در این است که فرد به اسم نیست، پرسشه فقط آقای امیر. بله. پرسشه. بله. دنبال پاسخ برای این که این مماشات برای چه هست؟ من بهتون پاسخ خواهم داد. ببینید حتما. مشکل در این است که یک فردی به نام روح الله خمینی که شاید اعجوبه دین و شریعت بود، من وارد نیستم، هیچ اظهار نظری هم نمی کنم، ولی آدمی بود که سفر نکرده بود به دنیای خارج جز نجف و کربلا، آدمی بود که از مناسبات بین المللی هیچ چیز نمیدونست، آدمی بود که از قواعد دیپلماتیک کوچکترین آگاهی نداشت، آدمی بود که با نابخردی خودش صدام حسین رو تحریک کرد که به ایران حمله بکنه. و اینها در نظر نمیگیرند که کل شیعیان جهان 10% از مسلمانان دنیا هستند که بهشون به نظر تحقیر نگاه میکنن و نمیشه که با تبلیغ و تشجیع بیاین و ملت‌های مسلمان رو در کشورهای مختلف به طرف خودشون بکشونن و با خودشون اونها رو هماهنگ بکنن. از خامنه‌ای میپرسن که چرا اینقدر روی مسئله فلسطین اصرار میکنه، میگه به خاطر اینکه این مسئله تنها مسئله است که میتونه باعث اتحاد جهان اسلام بشه. از کدام اتحاد؟ این حکومت ایران و مسئله فلسطین بزرگترین شکاف رو در بین مسلمانان جهان ایجاد کرده. مسلمانان عرب که نمیتونید بگید که کمتر از شما مسلمان هستن با اسرائیل پیمان صلح امضا کردن. قطر میآید و تمام مطالب ضد اسرائیلی و ضد یهودی رو از کتب درسیش حذف میکنه. حکومت ایران عقب مانده و به نتیجه نخواهد رسید. حالا اگر این رو شما به حساب توطئه دولت‌های غربی بگذارید، نه من اون یک مسئله دیگه است آقای امیر، پرسش بسیار روشنه. ببینید اونایی که شما می‌فرمایید موضوع دیگه، پرسش اینه که آیا برای اینکه یک کشوری مثل ایران رو که به هر حال کشور چه بخوایم چه نخوایم مهم نیست، یک حکومتی آمده که همینه که شما می‌فرمایید اینو خلع سلاح بکنن از نظر تلاشی که برای هسته‌ای انجام میده؟ گفتم این وسایل ابزار کار رو که از حوزه علمیه که اختراع که نکرده، منابع خارجی بودن دادن، از پاکستان گرفته جای دیگه، این راه‌های دیگه وجود نداره که به این ماجرا تموم کنن. و در مورد هم که بر فراز نطنز گفته میشه از شما میشنم، بفرمایید. بله با سلمان راه های متعدد وجود داره، ولی اراده در غرب وجود نداره و این رو بهش اشاره کردیم. اروپا نمیخواهد که با ایران وارد درگیری جنگی بشه. یادمه که اتریش بودم، وین بودم، گفتن که ما یه سفیر جدیدی رو داریم میفرستیم تهران، تو رو خدا برو باش صحبت کن. رفتم با اون و سفیر گفتگو کردم، خیلی انسان خوبی بود. جریان موشک های 1200 کیلومتری و 2000 کیلومتری حکومت ایران رو براش تعریف کردم. گفتم ببین آقای سفیر، حکومت ایران به زودی 4000 کیلومتری و 6000 کیلومتری رو میسازه. به من لبخند تمسخر زد. یعنی اونها نمیدونن به چه علتی درک نمیکنن. اگه بگیم سوء نیت دارن، نه، مسلما در پی منافع، حفظ منافع خودشون هستن و اروپا رو در درجه اول منافع اقتصادیش رو. بنابراین من این رو از نابخردی و اشتباه سیاسی دولت‌های غربی می‌دونم و نه نتیجه یک توطئه‌ای از پیش تنظیم شده. خب زمانی که شاید هم این باشه، یعنی آقای نوری‌زاده نظر شما رو جویا هستیم که شاید غربی‌ها هم خیالشون راحت اینقدر گوش به فرمان و اینها دارن در مجموع این حکومت، وقتی که میشه گونی گونی به اصطلاح چیز برد، اطلاعات بیرون برد که
خیالشون از بابت های راحت و منافع دیگه شاید اونا رو دنبال میکنن، ولی میبینیم در همه این چشمنداز رفت و آمدهایی هم تو منطقه داره انجام میشه. ولیعهد عربستان بحرین میره، عمان میره و جاهای دیگه، و بعدم مسئولانی از سوریه و اینها میان به تهران. چه تحولاتی پشت جریان هست؟ اولا سفر امیر محمد به قطر بسیار مهم بود، برای اینکه برای اولین بار در قطر امیرش به استقبال ولیعهد رفت، بعد بالاترین نشان قطر رو به ولیعهد سعودی دادن، در حالی که رابطه اینا پر از ابهام بود. این نشون دهنده اینه که قطری‌ها زیر فشار آمریکا و بالاخره سعودی یه تجدید نظری تو سیاستشون دارن میکنه. یه رقابتی هم همیشه بین قطر و امارات هست. تا شیخ تهنون رفت به ایران، قطری‌ها هم زود به راست راست زدن به سوی سعودی. میخوام بگم اتفاقاتی که دارم میتونه، دولت رئیسی روزی که روی کار اومد اعلام کرد از زبان امیر عبداللهیان وزیر خارجه قاسم سلیمانی، که گفت، این وزیر خارجه اون بوده، همیشه هم افتخار میکنه، گفتش که ما سیاست مصالحه با منطقه رو در اولویت قرار دادیم، بالاترین هدف ماست. تلفنی هم با یکی دوتا از این وزرا صحبت کرد، ولی موقعی که پای عمل پیش اومد، چون ایس پرسون لانگراد، این شخصیت غیر مرغوبه در جهان عرب، خودش نتونست بره، باقری رفت، برادر داماد آقای خامنه‌ای و فرد مورد اعتمادش، و آقای باقری رفت در ابوظبی، گفتگوهای با انور قرداش داشت که تندترین مواضع راجب ایران داره. ظاهرا رضایت حاصل شد که بعد قرار شد شیخ تهنون همتای آقای علی شمخانی در امارات به ایران سفر کنه. بعدم باقری رفت کویت، وزیر خارجه کویت شیخ محمد پسر شیخ ناصره که سالان سفیر کویت در ایران بود، شیخ خسوفرا بود، نخست وزیر کویت بود، بسیارم علاقمنده به ایران و برادر امیر، پسر اون وزیر خارجه است. دیدارشون ظاهرا دیدار خوبی بوده، به این معنا که کویتی ها توصیه کردن آقا شما تا از یمن بیرون نیاین مشکلتون با منطقه حل نمیشه، سعودی ها برادر بزرگ ما، ما باید رعایت بکنیم حالشون، شما نمیتونید از یمن موشک بزنید به عربستان و خواستار روابط دوستانه با ما باشه. به هر حال آقای باقری در بازگشت گزارشی که داده بوده تأکید کرده بود ما باید مشکل یمن رو حل کنیم. همزمان ما دیدیم آقای فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه هم به ایران آمد. همون روزی که رسید تو مجلس بحث بود آقا یعنی چی که میزان صادرات ترکیه به سوریه 30 برابر ما باشه؟ آقا چرا؟ ترکیه رفته به سوریه دشمنی کرده، ما دوستی کردیم، رژیم رو حفظ کردیم، سوریه می‌خواست رژیم رو ترکیه می‌خواست رژیم رو براندازه. بحث زیادی شد. ظاهرا آقای فیصل مقداد اومده که نفت مجانی بگیره و همینطور کمک‌های نظامی ایران بیشتر بشه، ولی در عین حال حوزه عمل ایران محدود بشه. به معنای دیگر سوری‌ها علاقه ندارن ایرانی‌ها کنار دمشق باشن، بغل حلب باشن. نه، می‌خوان اینا محدود باشن در یه مناطقی که داعش اونجا فعالیت میکرده، نمیخوان با اسرائیل درگیر بشه تو خاک سوریه. اینا هم جزء مسائلی بوده که بحث کردن با هم دیگه. و یه موضوع دیگر هم که در آخر باید بهش اشاره کنم، سوری ها با شگفتی گفتن چجوریه که داعش ها دارن میرن به افغانستان. این برای ما معماست، یعنی این در واقع داره به ایران میگه که آقا شما داعش رو در از جو همین داری میبرید افغانستان. تو عراق هم حمله داعش رو به ایران نسبت دادن. پس معلوم شد مقام معظم ولایت هم یه دستش در بیعت با ملا آخونده، هم یه دستش در بیعت با سوریه. آقای نوزاد خیلی کوتاه بگیم، چرا باید ناراحت باشن از اینکه اگر جمهوری اسلامی داعشی ها رو برمیداره از سوریه؟ ناراحت نیست، سوال کرده که فلسفه این کار چیه، سوال کرده ازشون. چون سوریه یه برنامه داشتن با روس‌ها که ریشه داعش رو نابود کنن، یعنی بزنن به کلی داعش رو بین بره. اسرائیل هم اینو تایید میکرد.
ولی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره صحنه رو یه جور دیگه میکنه، اینا رو برمیداریم برای عراق، برمیداریم برای به افغانستان، برای هدفهای شوم و ضد انسانی خودش. خب آقای امیر، شما این رفت آمدها، این تغییراتی که در منطقه هست و تحولاتی که هست، هر چه که هست، دیدارهای جنوب خلیج فارس، دیدارهای شمال خلیج فارس رو چطور ارزیابی میکنید؟ از اسرائیل چطور دیده میشه؟ رصد میشه؟ ببینید، برای اسرائیلی ها این غافل گیر کننده نیستش. این روندیست که از سالها پیش آغاز شده، از یه طرف از فلسطینی ها و زیاده خواهی های آنها و از عملیات تروریستیشون دلسرد شدن، دلخور شدن، از طرف دیگه خطر حکومت ایران هست، از طرف دیگر این خطر هست که مصرف نفت در دنیا روز به روز پایین تر بیاد و اونها باید خودشون رو برای دنیای فردا آماده بکنن. و به همین علت می‌بینیم که چه تحولاتی در امور اجتماعی در عربستان الان در دست انجام و حتی میان در کشوری که سینما ممنوع بوده، اینها آمدن و فستیوال سینمایی میگذارن. همونطور که گفتم، قطر میآید و مطالب ضد یهودی رو از کتاباش در میاره. اینها همه باعث شده که دنیای عرب داره تغییر میکنه. اونچه که پس میره حکومت اسلامی ایرانه. اگر در وقت باقی مانده بخواید راجع به آب در اسرائیل صحبت کنم، در اختیار. خیلی کوتاه آقای امیر، اگر وقت هست، پرسش من هست که شما راه حلی برای کم آبی آیا دارید؟ ببینید، اسرائیل وقتی که موجودیت دوباره خودش رو اعلام کرد، با نبود تقریبا مطلق آب روبرو بود. کار اولی که کردن، آمدن مدیریت آب درست کردن که این آبی که در کشور هست چطوری تقسیم بشه. دوم آمدن گفتن چطوری در امور که ما میخوایم که کشاورزی رونق پیدا کنه، ولی چطوری میتونیم مصرف آب رو در کشاورزی کم بکنیم. و این یه مرحله دیگر بود، کارهای دیگر هم انجام دادن. ولی بزرگترین انقلابی که در اسرائیل به راه افتاده، برپا کردن پایگاه ها یا تأسیسات بزرگ شیرین کردن آب. الان اسرائیل انقدر آب در سال شیرین میکنه که به اردن هم میده، مجانی هم میده و حاضره که آب رو به کشورهای دیگر هم صادر بکنه. در یک کلام و خیلی فشرده، همین شیوه ها رو میتونستن در حکومت اسلامی ایران به اجرا بذارن. بله، و به مسئله فلسطین اشاره کردن. تردید نیست که مسئله فلسطین دیر زمانی مورد سوء استفاده های سیاسی بسیاری از کشورها قرار گرفت، چه در منطقه و چه در خارج از منطقه، و همه و حتی چند گروه هایی از فلسطینی ها. اما امیدوار هستیم هرچه سریعتر این مسئله به طور عادلانه از طریق ایجاد دو کشور در کنار هم، دو ملت در کنار هم حل بشه. راه حل تأمین کننده مساله و منافع دو ملت یهود و ملت فلسطین در کنار هم، در صلح و آسایش و رفاه، نه جنگ و خونریزی و کشتار و اقدامات تروریستی هر چه که هست و هر شکلی که هست. چون این آرزوی امیدوارم هر چه سریعتر تحقق پیدا کنه. اشاره کرد آقای امیر. آقای نوری‌زاده خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که آیا امکان نداره ایران در چه شرایطی میتونه از تجربیات اسرائیل و جاهای دیگه استفاده کنه؟ با این حکومت امکان پذیره آیا؟ نه، به هیچ وجه. گفتم اینا ضد یهودن. اون آبی که اسرائیل شیرین میکنه نجسه. اینا شما یه ببینید آقای چالنگی، ما خودمون رو گول نزنیم. آخوند ضد یهودی، خیلی روشن ضد یهودی. در چه شرایطی میشه این کاری که آیا که حکومت دینی در ایران نبود؟ شما میبینید که یک زمانی عرب اسرائیل الان گام به گام نزدیک شدن. فلسطینی ها صاحب کشورشون، اسرائیل صاحب کشورشون، هیچ کسی خواستار نابودی کشور دیگه نباشه. از تگمن از خود محمود عباس شنیدم که یک فلسطینی مرفع و فلان به سود اسرائیل هم هست. ما نیروی کار داریم، اسرائیل تخصص میتونیم بهره مند. در اقادیر به خود من گفت، به شما بارها لابد سخنانی گفت. یه همچین چشم‌اندازی رو چطور میشه، چرا
به سوی همچون چشم‌اندازی دولت‌ها کشورهای صاحب قدرت حرکت نمی‌کنند. سید علی خامنه‌ای یا آقازاده جای شاه نشسته باشد. ما قبل از انقلاب پادشاهی داشتیم اینقدر دوراندیش بود در عین برقراری روابط حسنه با کشورهای عربی، بهترین روابط هم با اسرائیل و ترکیه و پاکستان داشت و هدف شاه این بود از دانش و تجربه اسرائیل در زمینه کشاورزی، بهداشت، در زمینه صنعتی بهره گرفت. اون دشت زنجان و قزوین و اینا رو که درست کردن با کمک از دو دوست مشترکم آقای سربسته جاف که برادرش هم کش خمینی، در زنجان مزرعه‌ای درست کردن با 150 تا گاو اسرائیلی و چقدر این پربار و جای باشکوهی بود. آقای امیر یه دقیقه وقت داریم و این که خیلی آرزو آرمان هایی داشتن، سوسیالیسم سراسر جهان، کمونیسم سراسر جهان به روایت های لنین، ماو، خمینی و بقیه، به برافراشتن پرچم اسلام به روایت شیعه خمینی بر کاخ سفید و همه منطقه و این آرزوی ساده آیا امکان پذیر هست در چشمانداز دراز مدت؟ شما میبینید که منطقه خاورمیانه بعد از این همه سال، بعد از 124,000 پیامبر که فرستاده شدم، چنان ناآرامه، یه روی آرامشی به خودش ببینه. فلسطینی، اسرائیلی، ایرانی، عرب، همه در رفاه زندگی کنن، این همه مشکلات و مصائب نداشته. شدنیست؟ نشدنیست؟ یک دقیقه از شما میپرسیم و این آرزوی ساده اما بزرگ. بله، من در یک دقیقه به شما پاسخ بدم که کاملا شدنی هست و الان منطقه داره به همین سو پیش میره. یه مشکل باقی مونده، اونم ایرانه. روزی که در ایران یک حکومت وطن پرست، ناسیونالیست و نه ایدئولوژی به روی کار بیاد، مسئله اتم ایران حل میشه، موشک ایران حل میشه، سرکوب ملت ایران باید حل بشه، منطقه روی آرامش خواهد دید. به خاطر اینکه الان همین روند در بین اسرائیل و کشورهای عرب در حال انجامه. وقتی حکومت کنونی در ایران بیفته، احتمالاً تمام این فتنه هایی که ناظرش هستیم در عراق، سوریه، لبنان، یمن و در داخل ایران به اتمام خواهد رسید. این رو آقای منشه همین ضمانت کرد، آقای نوری‌زاده هم فکر میکنم ضمانت میکنه. صد درصد. سپاس بسیار داریم از آقای منشه امیر در اسرائیل، آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. باز سپاس بسیار و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر.